مسجد جامع شهر لیون فرانسه روز گذشته سه‌شنبه 8 خرداد 1403 مورد حمله نجات پرستانه توسط افرادگرایان قرار گرفت. شبکه فرانسوی بی اف ام تی وی گزارش داد. مسجد جامع قبا، قدیمی ترین مسجد لیون در منطقه کراواروس مورد حمله قرار گرفت. این حمله نجات پرستانه شامل نوشتن عبارات ضد اسلامی بر دیوارهای مسجد بوده است. شورای اسلامی فرانسه در پلتفرم ایکس حمله نجات پرستانه به مسجد قبا را به شدت محکوم کرد. این شورا همبستگی خود را با مسئولان مسجد و امام جماعت آن اعلام کرد و از سایر مساجد در سراسر فرانسه خواست تا در برابر حملات نجات پرستانه احتیاط کنند. به گزارش کارشناسان فرانسوی، مسلمانان در فرانسه با چالش‌های متعددی مواجه هستند که زندگی آنها را دشوارتر می‌کند، زیرا تبعیض، نژادپرستی و خشونت مهمترین موانع روزمره زندگی آنهاست. مطالعه‌ای که ماه گذشته منتشر شد نشان داد که مسلمانان فرانسوی در جستجوی آغاز زندگی جدید در شهرهای مانند لندن، نیویورک، مونترال و دبی کشور را ترک می کنند. بر اساس نتایج نظرسنجی با عنوان فرانسه دوستش داری اما ترکش می کنی، از بیش از 1000 نفر نظرسنجی کرد که 71% آنها برای توضیح این انتخاب به نجات پرستی یا تبعیض اشاره کردند. خبری از سرکوب مسلمانان در چین. دولت چین با سرکوب گسترده دین اسلام به ویژه در میان مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ خشم جامعه جهانی را برانگیخته است. این اقدام که از آن به عنوان نقض حقوق بشر و نسل کشی فرهنگی یاد می شود، به دفعات از سوی مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری محکوم شده است. به گزارش اسکای نیوز، سیستم‌های نظارتی پیشرفته از جمله دوربین‌های تشخیص چهره در مناطق مانند سینکیانگ که جمعیت قابل توجهی از مسلمانان اویغور را در خود جای داده است، به وفور دیده می‌شوند. این سیستم‌ها حرکات و رفتار افراد را ردیابی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها به طور کامل از قوانین دولت و هنجارهای تعریف و تحمیل شده به آنها پیروی می کنند. محدودیت ها بر تمام جنبه های زندگی روزمره مسلمانان در چین تأثیر گذاشته است. آموزش دینی برای کودکان به شدت تحت کنترل قرار گرفته و بسیاری از مدارس مذهبی تعطیل شدند. اقداماتی مانند تخریب مساجد، ممنوعیت پوشیدن لباس های مذهبی و سانسور متون اسلامی نیز از جمله تلاش های مقامات چینی برای کنترل و محدود کردن اعمال اسلامی به شمار می رود. مقامات فیلیپینی اعلام کردند که این کشور در تلاش است تا گردشگران مسلمان را بیشتر مورد توجه قرار دهد. به همین دلیل تلاش هایی برای افزایش هتل ها و رستوران های حلال در این کشور در جریان است. وزارت گردشگری فیلیپین اخیراً در تلاش بوده است تا گردشگران مسلمان بیشتری را از سراسر جهان جذب کند و قصد دارد این کار را به ویژه با اطمینان از صدور گواهی حلال در رستوران ها و هتل ها انجام دهد. مایرا پاز، معاون وزیر گردشگری فیلیپین، در این باره گفت همه مناطق در فیلیپین تلاش می کنند که مسلمان پسند باشند و ما هم همین کار را انجام می دهیم. به افزود، ما همچنان صاحبان رستوران های خود را تشویق می کنیم که شرایط مطلوبی را برای مسلمانان به وجود بیاورند و یک آشپزخانه حلال داشته باشند. فیلیپین که اکثر جمعیت آن را کاتولیک ها تشکیل می دهند و حدود 10% جمعیت مسلمان دارد، همچنین برای توسعه کلی صنعت حلال داخلی خود تا سال 2028 تلاش کرده است و قصد دارد تعداد محصولات و خدمات دارای گواهی حلال خود را دو برابر کند. و خبری در رابطه با اوضاع کودکان در سودان. بر اساس گزارش سازمان حفاظت از کودکان،
Save the Children، تعداد حملات خشونت آمیز به مدارس و آموزش در سودان از آغاز درگیری در آوریل سال گذشته با 88 گزارش از حوادث خشونت آمیز 4 برابر شده است و اکثر مدارس اکنون تعطیل شدند. این حوادث شامل حملات هوایی به مدارس که منجر به کشته شدن و زخمی شدن دانش آموزان و معلمان، شکنجه معلمان، کشتن و روبودن معلمان و خشونت جنسی علیه دانش آموزان و حوادث دیگر نظیر اشغال مدارس توسط گروه‌های مسلح، استفاده از مدارس به عنوان انبار اسلحه و نبرد در محل آموزش و پرورش بود. سازمان حفاظت از کودکان در آستانه 37مین نشست عادی مجمع سران کشورها و دولت‌های اتحادیه آفریقا ایو در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی افزایش خشونت در مدارس، معلمان و دانش آموزان را شرح داد و اظهار داشت در سراسر کشورهای اتحادیه آفریقا با 411 مورد گزارش شده از این خشونت‌ها، نشان دهنده جهش 20% آن در سال 2023 بوده است. برخی مناطق پاکستان این روزها شاهد گرمای شدیدند. مقامات هشدار دادند که چنین گرمای شدید برای زنان حامله و کهنسالان خطرناک است. مقامات در پاکستان روز دوشنبه به دلیل گرمای شدیدی که در برخی مناطق به 52 درجه سانتیگراد رسیده است، برای زنان حامله و افراد مسن هشدار گرما صادر کردند. به گفته کارشناسان محیط زیست، دشت‌های گسترده پاکستان و هند در حال حاضر در موج گرمای سوزان قرار دارند. از سوی آژانس هواشناسی پاکستان پیش بینی کرده است که هوای غیر عادی گرم و مرطوب حداقل تا پایان هفته اول ژوئن ادامه خواهد داشت. در همین راستا زبردست خان بنگاش کارشناس محیط زیست اظهار داشت ما هرگز نمی‌دانیم که چه زمانی از موج گرما به خشکسالی یا باران‌های غیر فصلی تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر است از آنجا که کشاورزی در پاکستان هنوز تا حد زیادی سنتی است، به همه عوامل طبیعی از جمله آب و هوا و دسترسی کافی به آب وابسته است و بنابراین بر این امر تعداد و تغییرات اینچنینی آب و هوا به کشاورزی این کشور بسیار میتواند آسیب بزند. و خبری از ایران. پایگاه داده‌های باز ایران در پژوهشی به خسارات زیست محیطی و تجاری استفاده از نفت کوره مازوت در ایران پرداخته است. به نوشته این پایگاه اینترنتی، ایران از دی ماه 1399 برای فروش نفت کوره دچار مشکل بوده است. به همین دلیل از آن در نیروگاه‌های برق خود استفاده می‌کند که نتیجه‌اش آلودگی شدید هوا در شهرهای مختلف کشور است. ایران به علت تعهداتی که در قبال شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی دارد، نفت کوره با گوگرد پایین‌تر وارد می‌کند که بحران‌های تجاری زیادی ایجاد می‌کند. کارشناسان می‌گویند در حال حاضر تنها پالایشگاه نفت عراق می‌تواند نفت کوره با گوگرد پایین، آن هم تنها 15000 تن در ماه تولید کند. این در حالی است که تقاضای مازوت با گوگرد کم در ایران حدود 1.5 میلیون تن در سال، 125000 تن در ماه است. و خبر پایانی امشب، دادن کره بادام زمینی نرم شده به نوزادان می تواند دفاعی مادام العمر از آلرژی ایجاد کند، به گونه ای که احتمال بروز آلرژی در نوجوانی که تا سن 5 سالگی آن را می خورند 71% کمتر از کودکانی بود که از آن غذا اجتناب می کردند. در همین راستا تیم کینگز کالنج به والدین توصیه می کند که کره بادام زمینی را در زمان از شیر گرفتن آغاز کرده و سپس به طور منظم و به مقدار زیاد تا سن 5 سالگی به آنها بدهد.
ایده دادن کره بادام زمینی به نوزادان و کودکان خردسال در سابق توصیه نمی‌شد، اما تحقیقات کالنج کینگز نشان داده است توصیه اولیه اشتباه بود. گفتنی است حدود 15 سال پیش 640 کودک در معرض خطر ابتلا به آلرژی به بادام زمینی شروع به شرکت در یک کارآزمایی بالینی کردند. نیمی از آنها از بادام زمینی اجتناب کردند و نیمی دیگر آن را به عنوان بخشی از رژیم غذایی خود در 4 ماهگی تا 5 سالگی مصرف کردند. نتایج اولیه نشان داد که خوردن کره بادام زمینی منجر به کاهش چشمگیر آلرژی تا زمانی که بچه ها 5 سالگرد تولد خود را جشن گرفتن شد. لازم ذکر است طبق آزمایشات انجام شده در سالهای نوجوانی از هر 100 کودک مستعد به آلرژی که در دوران نوزادی از مصرف بادام زمینی اجتناب می کردند 15 نفر دچار آلرژی شدند. از سوی دیگر از هر 100 کودک مستعد به آلرژی که در دوران نوزادی مرتباً بادام زمینی می خوردند تنها 4 کودک دچار آلرژی شدند.